مژگان جان، از خودت، از گروهت، چند سال این گروه رو داری و کلن چجوری شد که این کار رو شروع کردی؟ من که اومدم آلمان میخواستم برم آرشیتکتور بخونم چون ایران شروع کرده بودم، ولی با این زبون آلمانی خیلی ببخشید دیدم نه خیر، بعد آرشیتکت نمیشم. ولی تو ایران من از بچگی رقصیدم، رقصنده‌باله شروع کردم، رقصای فولکلور محلی ایرانی، و اومدم اینجا خواستم ادامه بدم. برای همین الان 38 سال اینجا. بعد من شروع کردم تو فولکس هوشوره آلمان درس رقص دادن تا به امروزم. الان مدرسه خودم رو دارم، الان 32 سال من دارم تعلیم رقصای ایرانی و عربی و اسپانیایی و این چیزهای مختلف محلی همه جای دنیا رو یاد دخترای آلمانی میدم. چرا شاگرد ایرانی نداری؟ شاگرد ایرانی دارم یه 3-4 تایی، ولی خیلی زیاد نه، به خاطر اینکه نمیدونم، آلمانیا خیلی علاقه دارن به سنت ما، به رقصای ما، به لباسای ما، میان و جدی خیلی زحمت میکشن تا اینا رو یاد بگیرن و با علاقه زیادم نشون میدن. دخترای ایرانی ما متاسفانه وقتی هم میان زیاد ادامه نمیدن، میان یه چند وقت کوتاهی و میرن. رقص تا حالا دیدین که تاثیر داشته توی زندگی شاگردان؟ بله، من تمام این خانم، بیشتر این خانمای ایرانی آلمانی که پیش من میان، اینا از نظر روحی خیلی ضعیفن. خیلی هاشون هم بدنشون، یکی تصادف کرده بود تمام تنش درد میکرد، سالها بیمارستان بوده و نمیتونست اصلا با چرخ بره یا شنا کنه. آمد پیش من 5 سال بعد با چرخ میامد و چرخ سواری میکرد اومد پیش من. و از نظر روحی این خانمایی که میان پیش من 2 سال بعد میبینیشون اصلا اون نیستن، میگن، میخندن، شوخن، دلشون بازه. این آلمانی که میشناسیم اینا نیستن دیگه. مرد داشتم، ولی میشه گفت اونا دیگه 70%، 80%شون زنن. یعنی باید ژن زنونت خیلی بالا باشه که بتونی اطفار و ادای زنونه در. مردی که بخواد مردونه برقصه هستن، میان بعضی ها یاد میگیرن چند تا قدم که تو مهمونی ها برقصن. اونایی که میان میمونن یاد بگیرن، یا باید مثل این پسری که تو گروه من هست، داریوش، ورزشکاره ولی رقصم خیلی دوست داره چون بچگی دیده. حالا برنامه های دیگه ای داری که مثلا فستیوال رقص یا در سطح فرزن ایالت خودمون دوسلدورف کل؟ من خیلی دوست دارم یه همچین کاری بکنم، یه هم فستیوالی بذارم که برای رقصای شرقی. ولی اینقدر کارم الان خیلی کارم، یک نفری دارم میدوام که روزی 3 تا کلاس دارم و انجام بدم، از بالیوود هست تا ایرانی تا عربی تا همه فرمای مختلف شرقی. من خودم تو مدرسه بعضی وقتا میذارم جشن شاگردا،
دادیم. اگه تو اینترنت من نگاه کنن میبینن، روزشو میبینن، دوست دارن بیان مدرسه. روزی که شاگردایی که کلاس من رقص دادن اجازه دارن بیان برقصن. خودم سال دیگه یه شو دارم، یه شو بزرگ که سپتامبر 17 سپتامبر سال 2016 یه شو بزرگ میذارم که اگه دوست داریم بیا اونجا. تمام رقصایی که من با گروهم کردم، یعنی همش نه، 10-12 یه دوسدوف مدرسه خاص داری یا توی خونه خودت درس؟ من تو دوسدوف مدرسه خاص دارم، یعنی محلش الره، لودویگز هافنرشتراسه. یه جای خیلی زیبا و بزرگی حیاتم داره و من خودم هم توش زندگی میکنم اینجوری بگم، ولی مدرسه هست. سالن رقص داره با آینه، جای نشستن داره که خیلی شرقی درست کردم. هر کی میاد توش فکر میکنه اومده مسافرت شرق، اصلا روحیه‌شون عوض میشه، جای دیگه هستن. چه مشکلاتی داری با خانم‌های آلمانی؟ چون خب به هر صورت توی رقص ما یک عشوه و ادا اطوار خاصی هست و موزیکمون هم درسته موزیک زبان بین‌المللیه، ولی به هر صورت موزیک ما یک ریتم دیگه‌ای داره که شاید برای اینها به نوعی ناشنا. چه کار می‌کنید که اینا بتونن با اون ریتم برقصن؟ خیلی از این آلمانی‌ها ریتمو می‌شناسن، ضربو می‌شنون، ولی اون احساسو ندارن توی رقص. بله. قدم‌ها رو یاد می‌گیرن، حرکات‌ها رو یاد می‌گیرن، زمان یاد گرفتن اون چیزی که ما بهش می‌گیم احساس یا غمیش یا ادای رقص ایرانی، اونو طول می‌کشه تا یاد بگیرن. به خاطر اینکه باید این آهنگو حس کنن، ولی به محض اینکه این آهنگو حس می‌کنن، قدم‌ها رو یاد می‌گیرن، آنچنان خوشحالن که این رقص خود به خود میشه با احساس. ولی مشکل من با آلمانی‌ها فقط اینه که اولشه تا بیان یه خورده این قدم ها رو، این ادا اطوار ایرانی سخته، یعنی شرقی نه فقط ایرانی، اون ادایی که با سر و صورت و چشم و ابرو میان طول میکشه تا یاد بگیرن. خب حالا اگه بگم که چه سخنی داری برای خانم‌های ایرانی که چی کار کنن که سرحال باشن، اندامشون خوب باشه، چی بهشون میگی؟ خانم‌های ایرانی عزیز من باید اولا سعی کنن که برقصن و این رقص رو جدی بگیرن. یکی از دوستان ایرانی من به من میگفت، آقای دکتری میگفت خانم‌های ایرانی رقص رو جدی نمیگیرن، فقط برای مهمونی و این برون بر، ولی اگه میرن سر کلاس و اینو به عنوان ورزش بردارن برقصن، همیشه جوان و سالم میمونن و حرکت، حالا اگه رقص نبوده ورزش، غذای سالم، ولی موزیک و رقص باعث میشه جوان میمونه، تمام پوست چادابه، این هورمون خوشحالی بدن با موزیک و رقص میزنه بیرون، این باعث میشه آدم هر دفعه یه سال جوان‌تر میشه. اینه که تا اونجایی که براشون امکان داره رقصن. هیچ وقت رقص دیر نیست. من تا 85 ساله خانم دارم که شاگردم. خانم دکتر دندونساز بوده، میخنده، لبخند، اینقدر جوون به نظر میاد. برای اینکه رقص و شادی به سن ربط نداره، هر چی بیشتر موزیک گوش کنی و برقصی و شاد باشی بیشتر جوون میمونی. خانم ایرانی عزیز قربونتون برم، برقصی خوشحال میشی.